شما میگم سلام و صد سلام به شما عشقای خاله شیرین زبون و قند و عسل به خونه خودتون به خونه گلپر خوش اومدین. خیلی خوشحالیم که یه فرصت دیگه مهیا شد تا شما عزیزای دلم دوباره مهمون خونه ما باشین. سلام دوستای خوبم، حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ آمی که دلتون شاد و لباتون خندون باشه، ما دوباره برگشتیم. یه سلام میکنم به شما دوستای خوبم، حالتون چطوره؟ یه پنجشنبه دیگه شد و ما اومدیم به خونه هاتون پر انرژی و پر از برنامه های قشنگ که شما میتونید تا آخر برنامه همراه ما باشین که ببینین ما میخواییم امروز چیکار بکنیم. موافقین که شروع بکنیم؟ بله حتما. امروز برنامه ما متفاوته شما عزیزای دلم، همه شما بله قرار امروز توی برنامه ما شرکت کنیم. سلام عشق خاله. خوبونت بدم خوبی خاله جینم. عزیزم چطوری آخه؟ میشه بیشتر توضیح بدید؟ بله بهتون توضیح میدم. حتما باید با خودتون فکر میکنید که اینا چیه که اینجاست، درسته؟ امروز قراره ما شما یعنی عزیزای دلم به همراه بچه های توی خونه با هم نقاشی بکشیم. یالی خاله جون. بله چقدر جالب. پس بچه های توی خونه هم میتونن وسایلشون رو بیارن و با ما نقاشی کنن، درسته؟ حتما میتونیم بهشون بگی بچه ها جونم شما هم میتونین وسایل نقاشیتون رو آماده کنی که با هم دیگه نقاشی بکشیم و این نقاشی ها رو در طول هفته برای ما ارسال کنی. بله خب آماده شروع کنی؟ بچه های توی خونه هم بیرن و وسایلشون رو بیارن نقاشی کنیم. بله درسته. من میگم که تا بچه ها وسایلشون رو آماده کنن موافقین اول بریم ویدیوی قشنگ بچه ها رو ببینیم و برگردیم تا همه آماده بشیم و بریم برای نقاشی؟ بریم. سلام بچه، امروز راجع به آدم و حوا میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. خب شروع میکنیم. اول جلسمون رو با دعا شروع میکنیم. ای خداوندم بزرگوار بزرگ پدر آسمانی، خداوندم ازت میخوام که به کسانی که مریضن خداوندم تو اونها رو شفا بده پدر آسمانی. خداوندم ایران رو به حضور میارم پدر آسمانی، خداوندم ایران رو نجات بده پدر آسمانی و با تمام ایرانی هم ملاقات کن و اینکه به خانواده تک تک ما برکت بده در نام مسیح جان کریسمس دعای کردم. آمین. حالا میخواییم جلسمون رو شروع کنیم. از آدم و هوا آدم و هوا اول خداوند آدم رو آفرید، از خاک آفرید آدم رو. آدم خدا به آدم خیلی اطمینان داشت ولی خب آدم تنها بود، کسی رو نداشت که باش مثلا همدم باشه باش حرف بزنه. آدم و خدا هوا رو آفرید، اونو با هم دیگه خیلی خوب بودن و زندگیشون رو میکردن و خدا بهشون گفته بود که شما از هر میوه این باغ میتونید بخورید جز یک میوه، اونم اسم درخت خوب بود، از اون هم میخوردن. و یه شیطان خودش رو تبدیل کرد به ماری و هوا داشت همیشه یه قدم میزن، مار یه دفعه ظاهر شد و گفتش که خدا به شما گفته که از این میوه خوب بد نخورین، درسته؟ همه هم گفته درسته. برش ما گوله زد، گفتش که شما اگه اینو بخورین شبیه خدا میشین. به خواستم هوا خود ساده بود و میوه رو برداشت خورد. خب دید خب چیزی نشد، رفت به آدمم داد، آدمم خورد. خدا که فهمید عصبانی شد، چون که خدا من به اونا گفته بود که از اون میوه نخورن و به خاطر همون خدا رفت به دنبال قمر و در همون موقعی که آدم و حوا داشتن فهم کردن فهمیدن که اونا لختن، به آدم اون رفتن و پشت درخت های غایب شدن و خدا من گفتش میدونم که شما مثلا اینجایین و موقعی پیداشون کرد خیلی عصبانی بود و اونا رو از اون باغ خوب انداخت بیرون. و ما از این داستان میفهمیم که موقعی که خدای سیو میگه مثلا این مثلا بعد نبندی که انجام بدی نباید انجام بده. تو زندگیمون بعض موقع شیطان میاد ما رو گول میزنه و
ولی ما نباید گل بخوریم. بله امروزم گذشت و این درسمون هم تموم شد. مرسی از این که به من گوش دادین. خدا نگهدار. سلام، قصه حضرت نوح. یه روز خدا حضرت نوح میترسه تا مردم رو به راه راست هدایت کنه. وقتی که میره و به مردم میگه که مردم شما نباید بود پرست داشته، باید خدا را به خدا ایمان داشته باشی، میگن نه خیر ما قبول نداریم. بعد حضرت نوح هی میگه که از عذاب خدا دوری کنید، به اون ایمان گیرید، هی میگن نه. گفتش بالاخره عذاب الهی به میاد. بعد چند سال بالاخره عذاب فرا میرسه و خدا به حضرت نوح میگه که عذاب ما اینه که یه سیل خیلی بزرگ میاد و کل زمین رو آب فرا میگیره. وقتی که بعد میگه که تو یه کشتی بسید و از هر موجود زنده یه جو بردار. بعدش شروع میکنه به ساختن کشتی. وقتی که کشتی کار ساختنش تموم شد، میره و از هر حیوان یه جو برمیداره. بعد به میاندشون توی کشتی و اون بیهوش میکنه تا اینا همدیگه رو نخورن، سالم به مقصد برسن. وقتی که بارون شروع به باریدن میکنه، مردم به حضرت نو مسخره میکنن و میگن خیلی علیه این بارون برمیاد و این کشتی بزرگی که تو ساختی هیچ به درد نمیخوره. ولی هی میباره، هی حضرت نوح میگه که میخواید به خدا ایمان بیارید، هی میگن نه. هی میباره، میگه الان قد میشه یه روز، دو روز، سه روز، تا چهار بارو نمیاد. بالاخره زمین کل آب کل زمین فرا میگیره. مردم تا بالاترین نقطه های زمین، ولی فایده نداشته چون که سیل پشتش اومد و کل زمین رو آب فرا گرفت و تمام اونایی که به خدا ایمان نیاوردند رو غرق کرده آب. و حتی یکی از بچه های حضرت نوح که قاوش رو قبول نداشته و ایمان باشو، اونم همراه بقیه اونا غرق میشه. و یه روز بعد از این اتفاق دیگه بارون بند میاد و دوباره این خشکی پیدا میشه و حضرت کشتی رو نگه حیونا رو پراکنده میکنه و به خوبی خوشی زندگی میکنه. گفتی قراره چی بکشیم؟ شما میگم عزیز دلم، مگه صبر داریم؟ مگه حرف ما رو شما گوش میکنه که ما چی میگیم؟ دقیقه جون، من اول بچه باید تشکر کنم از بچه های تیم. بله من مرسی که بچه ها وقت میذارین، کتاب مقدس رو برای ما میخونی، ویدیو میفرستین، دعا میکنی. خیلی متشکرم بچه جونم. یادتون نره که شما میتونید همچنین ویدیوتون رو برای ما ارسال کنید هفته های آینده با موضوع برنامه هامون که از طریق اینستاگرام شما متوجه میشین که چی هستش. خیلی متشکرم ازتون. ممنونم ازتون. مرسی. حالا اگر آماده ای بریم برای نقاشی. حالا جون من اصلا نقاشیم چی خوب نیستش، زیر صفرم. حالا سخت نباشه، این نه. یک دوم چی میخوایم طراحی کنیم؟ حالا ببین بچه ها، اصلا نگران نباشید. الینا جون شما بشین اینجا، یاسی جان شما روی تخته میخوای نقاشی؟ بله من روی تخته براتون. بچه ها امروز ما قرار نقاشی هامون رو سوار احساسمون کنیم و از کشیدن اون لذت ببریم. عالی. بله تینا جونم آماده ای خاله؟ بله. ببین
بذارین بچه ها من یه قصه ای رو تعریف کنم. درسته؟ شما و بچه های توی خونه قصه منو روی کاغذ نقاشی میکنی. یعنی نسبت به اون چیزی که شما تعریف میکنی دقیقا ما باید بدونیم چی باید بکشیم. درسته؟ دقیقا. آماده ای؟ بله حتما. شروع میکنی. یکی بود یکی نبود، یه روز قشنگ بهاری توی آسمون خورشید خانم طلایی مثل همیشه طلوع کرده بود. چه خورشیدی دارن میکشن. آفرین. بچه شما هم بکشید تو خونه باشه. کنار خورشید خانم ابرای آبی رنگ اونو همراهی میکردند. خاله جونم. اونه خاله. مداد آبی ندارم. مداد آبی الان من به شما میدم دختر. الانا جون میستونم من مداد آبیو بدم. بله خاله جون. ببرم برای تینای قشنگم. بفرمایی بفرمایی تینا جونم، اینم مداد آبی برای شما. تلفن داری؟ بله تلفن داری. خب تا تینا جون بگیره مداد آبیشو. زینب جون، زینب جونم سلام. سلام، خوبی شما؟ ممنون، شما خوبی خاله؟ بله، وقتی صدای شما رو میشنوم عالی ترم میشم. خب زینب جون بگو، میخوای راجع به موضوع برنامه برامون صحبت کنی یا پر انرژی بریم توی مسابقه؟ بریم توی مسابقه. بریم توی مسابقه. سوالمون اینه، جای خالی روز جهانی گرافیک است. گزینه 1 26 آوریل، گزینه 2 27 آوریل و گزینه 3 8 مارس. شما فکر میکنی کدوم گزینه باشه؟ خیلی راحته زینب جون. معلومه زینب جون بلده. درسته. بله. میشه یه بار دیگه بگی؟ بله. جای خالی روز جهانی گرافیک است. گزینه 1 26 آوریل، گزینه 2 27 آوریل و گزینه 3 8 مارس. شما فکر می‌کنی کدوم باشه؟ 27 آوریل. بریم ببینیم. من مطمئن بودم میگه. بله. آفرین آفرین به شما. شما برنده شدیم. بله خاله جونم، اسم شما رو می‌نویسم. و اینکه شما از کجا با ما تماس گرفتی؟ از روستای سرزه. به به، کجای کشورمونه؟ کجا میشه دقیقا؟ نزدیک کدوم شهر یا شهرستان هستش؟ کدوم منطقه جغرافیایی؟ زینب جان اندرآباد. اندرآباد. خیلی هم عالی. مرسی، ممنونم از شما. هفته آینده منتظر تماس شما هستیم. خدافظ. خدافظ. بریم تلفن داریم. یک تا جونم سلام. سلام، خوبی یک تا جون؟ خیلی ممنون، شما خوبی؟ مرسی، ممنونم. یک تا جون بریم توی مسابقه؟ آره بریم. برو بریم. خب یک تا جونم، سوالمون اینه که کدام گزینه زیر رنگ اصلی نیست؟ گزینه 1 سبز، گزینه 2 زرد و گزینه 3 آبی. به نظر شما کدوم میتونه باشه؟ دقت کنید، رنگ اصلی نیست. خیلی سوالمون رو دیگه گزینه ها رو میخونی. کدام گزینه زیر رنگ اصلی نیست؟ نمیباشد. گزینه 1 سبز، گزینه 2 زرد و گزینه 3 آبی. کدام گزینه هستش؟ اصلی نیست. بریم ببینیم. آبی. بریم ببینیم. عوض نکن. همز آبی. شما برنده شدی. آفرین به شما. آفرین عزیزم. شما برنده شدی خاله جونم، مثل شما رو نوشتم. خیلی دوست داری. و اینکه از کجا تماس گرفتی با ما؟ بندرعباس. به به، بچه های بندرعباس امروز با ما خیلی تماس گرفتن. خیلی متشکریم. خدافظ هفته آینده. تا هفته دیگه. خدافظ. بچه آماده این؟ ادامه نقاشی رو بکشیم.
ابرای آبیتون رو کشیدیم؟ بله خاله جون، ولی من خیلی ازشون خوشم. اشکالی نداره پسر قشنگم. من گفتم من از اون طرف روی زمین سرسبز یه کلبه جنگلی خیلی قشنگ بود. این سرسبز یه کلبه جنگلی. راسین اون چیه؟ جون سبز راسین فکر کنم زمینش داره هموار همواری داره. بعد یه لحظه فقط الان بخوام کلش رو رنگ کنم خاله جون، یکم طول میکشه. نه حالا نه یه النا بچه نه یه النا بچه ها دودکش هم داره. همه نقاشیت نمره میدم. بله بچه های توی خونه مطمئنم دارن با ما نقاشی میکشن و حتما نقاشی قشنگ خواهد بود. یاسین جانم، میگم اینقدر این چمنات بلنده. خب خونه داره از بین میره. واقعا تینا جون واقعا خونهش رسیده به خورشید و به ابرا. بله دیگه اصلا خونه رفته تو خورشید. آفرین یاسی جان، در حد توانم. عالیه، آفرین پسرم. چقدر آفرین. توان گذاشتی. آفرین. بله بچه ها یه کمی اونورتر از کلبه یه درخت آلبالوی قشنگ پر از شکوف. خاله جون من رنگ قهوه‌ای ندارم ولی حالا با آبی واسه تون پسر از شو درخت درست. خاله جون من دارم تصور میکنم که دارم اینجا هستم، دلم میخواست توی این سرسبزی ها باشم. بعد انقدر حس خوب میده که نگو. آره بچه ها واقعا ما با نقاشی میتونیم احساسات خودمونو بیان کنیم. خاله جون درختش هم کشی یه درخت آلبالو پر از شکوف. وایسا خاله جون دقیقه. یاسین من یه چیزی میخوام. آلبالواتون خاله جون، من میگم نقاشیم خوب نیست بعد بگین خوبه. خیلی هم قشنگه. فقط یاسین من میخوام یه چیزی به شما بگم که نمیدونم اونو چجوری عبور بدی از اونجا. واقعا خاله جون که واسه خودم هم سواله. میدونی چرا یاسین؟ چرا خاله جون؟ چون که از کنار اون درخته باید یه رودخونه هم رد بشه. فقط من خب خاله جون سلت هم میگفتی درخته چرا رو خواست؟ میگه خاله جون سلت هم جان من اشکالی نداره. من گفتم من درخته چقدر نازکه. سینا هر کسی هر جور دوست داره میتونه نقاشی بکشه. بله مهم اینه که شما دارین وقت میذارین و درخت رودخونه یاسین داره میره تو ابرا. داره میره تو نقاشی من از همه خوشگلتره. حالا ببین خوبه؟ ببینم. به به اوه چه قشنگ. یاسین جانم نقاشی شما هم عالیه. آفرین. واسه من نشون ندید. یاسین جان من نشون ندید. حالا دوست دارم به من بگی بود رودخونه بود؟ بله یه رودخونه بود. اب کن خاله آیسی شما یه جوری نقاش. واقعا واقعا مثل چی نداره. یاسین میتونی دو تا کوه هم بکشی اون بغل اون رودخونه. مثلا جون دیگه جا نداره. نیستش دیگه کجا بکشی خاله؟ شاید بتونی اینجوری درستش کنی. ببین مثلا شاید با این یه دو تا اینجوریش کنی. مثلا این رودخونه آره. از این کوه اومده. آره کوه رفته تو درخت. آره مثلا این پشت چیز درخت. آفرین درستم. خب بچه ها خیلی دوست دارم به من بگین که وقتی الان داری نقاشی میکشی چه احساسی دارین واقعا؟ خاله چه حسی داری؟ من خودم یه لحظه چشمامو بستم و من خودم رو کنار رودخونه تصور کردم و چقدرم آبش خنک بود. فریم خاله جینا من مطمئنم که بچه های توی خونه هم خیلی قشنگ واقعا کشیدی. نقاشی خوشگلشون رو کشیدن و احساسشون رو به ما میگن. بله بچه ببینم این رو نقاشی شما. به 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 خونه النا خیلی حالا واسه من خیلی هم عالی. بچه ها اگه دوست دارین میتونید شما به دلخواه خودتون یه چیزی هم اضافه کنید. مثلا یه حیوان خونگی. نه 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 من نمیتونم خاله. نمیتونی خاله اشکال. من نه بچه ببینید نقاشی یه راه خیلی 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 عالیه یاسی جانم. برای اینکه ما بتونیم احساسات خودمون رو بیان کنیم فقط کافیه ما یه ابزار نقاشی تو دستمون بگیریم و شروع کنیم بکشیدن. ف
فرقی هم نمی کنه رو کاغذ، روی تخته یا هر جایی باشه یا با چه ابزاری باشه. الینا جون تلفن داریم. سلام سلام سنا جون، سلام، خوبی شما؟ سلام، خوبم مرسی. خب سنا جونم ببین، داشتم یه حیوان گفتن بکشم، خاله جون داشتم میکشیدم، ببین دوستش داری این سنا جون؟ اونو که چی شما صد در تیلیارد چی میگین، میگین که قشنگه، ولی اصلا تعارف نکنیم با من. به این از 1 تا 10 چند میدی؟ اصلا هم تعارف نکنم، من نمیتونم ببینم. نه تلویزیون نداره، اشکالی نداره. بله نقاشی منو چون از دادی، چون خیلی قشنگه اصلا. البته از 100% فکر کنم اصلا بالای دهن بمیرن اصلا نگاه کنم. البته شما متاسفانه نمیبینید. خب بریم توی مسابقه. بریم، برو بریم. بریم شما بفهم. بله مرسی. سوالمون اینه، نقاش برای چیدن و ترکیب رنگ ها از چه وسیله ای استفاده می کند؟ گزینه 1 لیوان، گزینه 2 بشقاب و گزینه 3 پالت. شما فکر کنید کدوم گزینه باشه؟ گزینه 3. بریم بریم ببینیم کسی که نقاشی کرده ابزار نقاشی رو میشناسه. آفرین به شما. آفرین آفرین. من جون شما نقاشیت خوبه؟ بله. میتونی قول میدی برامون یه نقاشی بکشی و ارسال کنی؟ بله. خیلی ممنونم، ما منتظر شما هستیم. خدافظ. 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 تو حیوان چی کشیدی؟ چون من چون که هیچ بلد نیستم هیچی نکشیدم. فاطمه جونم سلام. بذار ماهی بکشم. فاطمه جونم خیلی های عزیزم. دایی جون تینا جون خوبی؟ دایی جون گفتن دایی جون. دایی جون سلام، خوبی؟ سلام خوبی؟ مرسی ممنون، شما خوبی؟ قربونت. خب خواهر گلم چطوره؟ دختر خواهر. بله بله دختر خواهر. عالی، خیلی هم عالی. خب بریم توی مسابقه. بله بریم. بسه بسه بسه. الان شما دارین نقاشی منو میبینی؟ بله بله. خب ببین، اصلا با من هیچ تعارفی نداشته باش. از این تا 1 تا 10 چم میدی؟ از 1 تا 10 چم میدی؟ ازمون 10 میده. تعارف میکنه به نقاشی من چم میکنه؟ نه تعارف میکنه به نقاشی من نمیتونم. جدی؟ به نقاشی من چند میدی؟ به میدی؟ میتونی اون که بهش بیلیارد بده؟ مال شما هم ده. برای شما هم ده. چقدر مهربونه. برای من هم ده. واسه یه النا ده. نگاه چقدر جوج بدم. وای واقعا چه قشنگ کشی. بریم توی مسابقه. بریم 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 بریم. سوالمونو میخوای شما بخونی یا من؟ بله حتما. فرمایید. خب سوالمون اینه که کدام رنگ از ترکیب دیگر رنگ ها به دست نمی آید؟ گزینه 1 قرمز، گزینه 2 بنفش و گزینه 3 صورتی. به نظر شما کدوم میتونه باشه؟ یه راهنمایی هم بکنم، جزء ترکیب اصلی رنگ ها نیستش، یعنی رنگ اصلی رنگ ها نیست. خودش رنگ اصلیه، باید اینجوری. کدوم ها بودن؟ گزینه 1 یا 3؟ 3. مطمئنی؟ بریم. بریم ببینیم. بریم. آفرین 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 به شما خاله جونم، مثل شما رو نوشتن. سلام برسیم. خیلی ممنونم ازت، تا هفته آینده. خدافظ. خدافظ خدافظ. خب بچه ها خدافظ. مطمئنم که هم شما هم بچه توی خونه از کشیدن نقاشی کلی لذت بردید، درسته؟ بله بله. من یاد چی افتادم نقاشی چی افتادی دخترم؟ اون موقع ها که توی مدرسه زنگ نقاشی داشتیم، هممون خوشحال بودیم که زنگ نقاشی برسه. وقتی زنگ نقاشی میشد، همه اومدن میگفتن که اینا رو بکشین، اینا رو بکشین. دقیقاً نقاشیامون اینجوری بود، همش یه رودخونه و دیگه. خاله جون، خاله جون، من واقعا جانم
منم بگم من بگو پسرم چه خاله جون منم دوست دارم بعضی اوقات مثلا یه دونه کاغذ رو بردارم اینطوری گردش کنم و مچالش کنه بکنم و بعدش اینطوری بگیرم شودش بزنم. اونم یه جور تقلیه احساسات دیگه، نشون احساساته. و حتی در کنار این من دوست دارم دستمو بکنم توی رنگ اینجوری همجوری الکی الکی بزنم. ها از اینا که با سر قشنگ خیلی حال میده. چی منم زدم از اون که ولی من به شما بگم حالا من به شما قصه گفتم شما نقاشی کشیدید. نقاشی من اصلا خوب نیست. من یادم تر از من خاله جون ابتدایی تا دوره دبیرستانم فقط یه مدل نقاشی میکشیدم. خب بچه ها خیلی راجع به نقاشی حرف زدیم، اگه موافقید با هم بریم و یه سرود فرانسوی عالی رو با هم دیگه گوش کنیم یا گوش بدیم؟ نه خودمون گوش بدیم. ببینیم ببینیم گوش کنیم بریم. خاله جون ببینم نقاشیشون رو نگاه کنی چه خوشگله. فرشید خانم صورتش براش صورت کشیده خیلی هم قشنگ و اصلا من خیلی از این بیار پایین به بچه ها نشون بدیم به بچه ها بسی از این بوسم نکردی یا یه بوسم به شما بدم ای جان بسی پردیو تا خودم درست کن چشم وقتی میگه اینجا اینطوری الان خوبه؟ آره خوبه الان چشم یا یاسین ببینیم نقاشیشو ببینید چقدر قشنگ ببینید چقدر قشنگ ببینم یاسین ببینید چقدر خورشیدشون رو بزرگ درست به بچه های توی خونه نشون بده بچه ها نگاه کنیم کدوم دور بینه؟ آه اینه نقاشی ببینید چقدر قشنگ درست کرده بچه ها
خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. آفرین تینا جون، آفرین. بچه ها امروز کلی راجع به نقاشی صحبت کردیم. بله. سوال ازتون دارم جان، کی میدونه که امروز چه روزیه؟ از خاله برم سرچ کنم. بله بفرمایید. آفرین. چه روزیه؟ میتونیم از یه جایی بفهمیم؟ خاله 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 چی شد؟ پیدا کردم. آفرین النا. امروز روز جهانی طراحی و گرافیک هستش. آفرین بچه. دقیقا همینطور. من میدونستم. ای جانم اشکالی نده، خودش نمیخواست بیاره. اشکالی نده. خب النا هم دیدی که سرچ کرد و تونست که پیدا بکنه، اصلا مشکلی نداره. تلفن داریم. سلام نازنین زهرا جون. سلام. سلام. خوبی شما؟ سلام. خوبی خاله؟ وقتی صدای شما رو میشنوم مالیترم هستم. نازنین زهرا جون به من بگو میخوای راجع به موضوع برنامه صحبت کنی یا پر انرژی بریم چه مسابقه؟ بریم داخل مسابقه. بریم مسابقه. سوالمون اینه، کدام گزینه به عنوان بوم نقاشی میتواند استفاده شود؟ گزینه یک مقوا، گزینه دو پارچه، و گزینه سه هر دو گزینه. خیلی آسونه. بله به نظر شما کدوم میتونه حالا میشه کمکم کنی؟ خیلی آسونه. خیلی حالا یه سوال یه جواب نقاشی بخوای بکشی مقوا میکشی، پارچه میکشی یا روی هر دوتش میشه بکشی؟ به نظر شما خوبه. البته کسایی که نمایشگاه نقاشی دارن روی پارچه هم نقاشی کشیدن. گزینه سه. بریم ببینیم. آفرین آفرین به شما. خوش بگی با ما نقاشی کشیده امروز. خب نازنین زهرا جون شما نقاشی کشیدی امروز؟ بله پس برامون بفرست نقاشی تو. بله. باشه هفته آینده من منتظر اینم که ببینم کلی نقاشی بچه توی خونه برای ما ارسال کردن که ما پخشش کنیم. من هم همینطور خیلی منتظرم. بله خیلی ممنونم از شما. خدافیز. بابای بچه دقیقا امروز روز طراحی و گرافیکه. بچه ما هرچی که خلاق‌تر باشیم میتونیم طرح‌های بیشتری رو داشته باشیم و طرح‌های نوتری رو داشته باشیم. درسته. دقیقا همون کاری که امروز ما انجام دادیم. ما یه قصه رو تونستیم به صورت نقاشی بکشیم. بچه من داشتم امروز کتاب مقدس کودکان رو وقتی نگاه میکردم دیدم واقعا همین طراحی توی کتاب مقدس هم هست. حتی خاله جون من داشتم دقت میکردم نگاه کنین این ماژیک ها امروشون طراحی داره. دقیقا خاله جون من امروز یه دونم چیپس خوردم. ببینید که کروشی یه دونه مرد خیلی سیبیلو اصلا سیبیلاش مثل بچه دقیقا نگاه کنید. مثلا این راجب دروغ بوده. خب اون اتفاقی که افتاده بوده یکی از داستان ها. مثلا توی این داستان ها بچه ها ببینید همینطوری که داستان ها هستش اون نقاشیش هم کنارش هست. درست. یعنی وقتی که شما داستانش رو که میخونید میتونید اون نقاشی رو ببینید و قشنگتر و بهتر متوجه بشید. واقعا مرسی که از انتشاراتی که اینو درست کرده این به این زیبایی و اینقدر قشنگ جذب میکنه. بچه میبینید تمام صفحاتش. بچه ببینید اسم این کتاب مقدس کودکان هستش. بچه اگر شما این کتاب رو بخواید میتونید به ما بگید یا به همون توی واتساپ مثلا مسیج بذارید، پیام بذارید تا ما این کتاب رو برای شما ارسال بکنیم. هر جای دنیا که باشید هیچ فرقی نمیکنه. ایران باشین یا هر کشور دیگه فرقی نمیکنه. بله خودش میدونی نوبت چیه؟ نوبت چیه؟ نوبت Let's Go. آره سینا فکر کنم امروز زیاد حالش خوب نیست. سینا یه خاله. نه من خیلی هم حالم خوبه. من چون من ساکتی. Let's Go. Let's Go. برو بریم برو بریم بریم. Hello my dear friends, how are you doing today?
سلام دوستان خوبم، امروز حالتون چطوره؟ My name is Taba and today we are going to learn about farm animals. اسم من تابا هست و امروز میخواییم در مورد حیوانایی یاد بگیریم که توی مزرعه ها هستن، حیوانات مزرعه. Are you ready? Let's go! اگر آماده هستین شروع میکنیم. The first animal we have here is a cat. اولین حیوانی که اینجا داریم یه گربه هست. Cat. Cat. گربه. The second one is a cow. We use its milk. دومین حیوانی که داریم گاو هست. Cow. که ما از شیرش استفاده میکنیم. Cow. The third animal we are learning today is a goat. سومین حیوانی که امروز یاد میگیریم هست بز. Goat. Goat. The next animal here is a duck. حیوان بعدی که امروز یاد میگیریم اردک هست. Duck. اردک. And the last animal, which is very cute, is a dog. آخرین حیوانی که امروز یاد بگیریم که قیافش هم خیلی بامزه است یه سگه. Dog. Dog. سگ. Okay, let's learn them again. بریم دوباره اونا رو بخونیم. This time you can repeat after me. این بار شما میتونید بعد از من تکرار کنید. Cat. Cat. گربه. Cow. Cow. گاو. Goat. Goat. بز. Duck. Duck. اردک. Dog. Dog. سگ. Okay. Now that we learned them, we can learn how to write them. حالا میتونیم یاد بگیریم که چطور اونا رو بنویسیم. Let's go. Cat is C-A-T. You can repeat after me. میتونید بعد از من تکرار کنید. C-A-T. Cat. گربه. Cow. C-O-W. C-O-W. Cow. گاو. Goat. G O A T. Goat. بز. G O A T. Next one. بعدی. Duck. Duck. اردک. D U C K. Duck. اردک. D U C K. And the last one is a dog. و آخریش سگ. Dog. سگ. D O G. D O G. I am sure that it was very very easy for you. مطمئنم که برای شما خیلی آسون بود یاد گرفتن این کلمات. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. امیدوارم این کلمات رو خوب یاد بگیرید و قول بدید که در طول هفته تمرین کنید. اگر دوست دارید که من موضوعی رو به شما یاد بدم، میتونید از طریق این شماره‌هایی که براتون نوشته شده با ما تماس بگیرید، به من بگید که دوست دارید چه موضوعی رو به شما آموزش بدم. تا هفته آینده به امید دیدار. See you. Bye. ازتون خاله جون بونه خاله یه لحظه چی میگفتی تینا جون؟ کت چیزم اینجا بچه کت یه کمی استراحت کنم خاله جون من از اول بلد بودم
بله جان خاله بگو. 100%. خب خاله جون دیگه طراحی داخلش دیگه چه چیزایی میتونه باشه؟ خیلی سوال خوبی کردی یاسین. بچه ها دوست دارم خیلی با دقت به اطرافتون نگاه کنین و به خاله بگین که چی میبینین. بگم؟ بفرمایی. بعد من بگم؟ بعدش هم تو. همین خونه گلپن خودش یه طراحیه، یعنی اومدن طراحی کردن که اینجا رو درست کردن. دقیقا. من بگم خاله جون مثل مثلا این بالکونمون، مثل مثلا این پل، این چیزا، این پله ها که خیلی قشنگ طراحی شده. چرا؟ چون که اینجا سیراشون چی نور داره، خیلی خوش اومده. من یاسی میدونی؟ خاله من بگم اونه خاله. بله چرا که بسی بسی نگاه کنم. بفرمی تینا حالا سرت گیج دارم. آرهش بس کنه خیلی قشنگه ها. تینا ولی فکر کنم دو تا تابلو رو جا گذاشتی نه؟ بس میگم حتی اون تابلوهایی که کنار اتاقتی نه، تو اون تابلوهایی رو که خودت کشیدی. آره چه خوش سرایه. بچه ها میدونی تمام اینجا بچه ها توسط عزیزانی طراحی و ساخته شده که شاید خیلی کمتر ازشون اسمی برده بشه و بله. خب خاله جونم دقت کردین که من یه مشکلی دارم؟ هر وقت میرم خرید دقت کردین که تلفن داریم بد صحبت کنم؟ بله تلفن مهمه. سلام میکنم به سلام. سلام ریحانه جون. سلام. مرسی. شما خوبی؟ خیلی ممنونم. ای جانم. خب ریحانه جون صحبتی داری یا میخوای برامون دعا کنی یا بریم پرانرژی توی مسابقه؟ بریم توی مسابقه. بریم. سوالمون اینه، از ترکیب دو رنگ اصلی قرمز و بخشید یه لحظه دیگه بار دیگه میخونم، از ترکیب دو رنگ اصلی قرمز و آبی چه رنگی به دست میآید؟ گزینه یک سرمه‌ای، گزینه دو بنفش، گزینه سه نارنجی. شما فکر کنی کدوم گزینه باشه؟ نمیخواد. قرمز ببین قرمز و آبی اگر با هم دیگه مخلوط کنی چه رنگی میشه؟ فکر کن مثلا ببین بریم ببینیم یه یا دو همینه. بریم ببینیم. نکنه مطمئن بود. مطمئن بود. آفرین. آفرین به شما. آفرین به شما. پس من اسم شما رو می نویسم. من اسم شما رو می نویسم. شما برنده شدی تا آخر برنامه. یا دقت کردی مسابقه ایرنا جون از زمانی که آموزش زبان رو داریم لحجه‌ش یه کمی عوض شده، خارجی شده. می دونی خاله اصلا خیلی قشنگ حرف میزنه، ایرانی بلدی. خوب بلدی ادای منو در بیاری. بله بچه ها. خب الینا جون داشتی میگفتی چه مشکلی داری؟ من داشتم میگفتم مشکل من اینه خاله جون، دیدی هر وقت من میرم خرید میکنم بعد با کلی کیسه خرید میام، همیشه کلی چیز دستم. میدونی چرا؟ بله بله. چون میرم یه چیزی رو نگاه میکنم خوشم میاد، بعد از همون چیزی ها میبینم یه مدل دیگه هم هست، به خاطر طراحی خوشگلشون من هی میرم اینو میخرم، اینو میخرم، اونو میخرم، به خاطر همین دیگه. میدونید الینا جواب سوالت خیلی راحته، اینا خودش یه نوع شیوه طراحی هستش که کاری میکنه که تو رو به سمت خودش جذب کنه. یعنی تو مدام دوست داری از این طرحی خوشت بیاد، از یه طرح دیگه خوشت بیاد. کلا طراحی یه خیلی پیچیده و گسترده هستش. درسته. تلفن داریم؟ بله. سلام میکنیم به دوست عزیزمون که میخواد اسمش الان به ما بگه. سلام، خاله مبینا هستم از سبزوار. سبزوار مبینا جونم چطوری شما؟ و اولین بار با ما تماس گرفتی درسته؟ ای جانم. بله بله. به دوست جدی شمادی به برنامه. مبینا جونم به ما قول بده که یه نقاشی بکشی و برای ما ارسال کنی، نظرت چیه؟ دوست داری؟ یعنی عکسشو بفرسته. یه بچه فکر میکنه آره عکسشو برامون بفرسته.
خیلی متشکرم. آماده ای؟ نقاشی دایی جان 20 میدم. آفرین. مرسی مرسی. به 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 شما هم همین بود. ای جانم. خب بریم توی مسابقه با دایی جان. بریم توی مسابقه. خب مبینا جان، سوالمون اینه که نقاشی شام آخر اثر کیست؟ گزینه یک میکل آرنج، گزینه دو پیکاسو و گزینه سه لئوناردو داوینچی. فقط یه لحظه، میشه وقتی با ما تلفن صحبت میکنی صدای تلویزیون رو کم کنی؟ چون ما صدا رو میشنویم از اینجا. خیلی متشکرم. شامون درد بید. ممنونم از شما. مرسی. خب بفرمایی که بودون یک ذره کمکم میکنه. خیلی فقط مکش کن دیگه. مکش کنم. دو نیست، پیکاسو نیست. یک و سه آلی و لئوناردو داوینچی. اسمشم بگو خیلی بیشتر. یک و سوال سه. بریم ببینیم. بله آفرین مبینا جون، آفرین به شما، خواهرزاده باهوش جدید من. خب شما اسم خواهرزادتو بنویس و اینکه مبینا جون تا آخر برنامه منتظر باش که ببین برنده قرعه کشیمون هستی یا نه، و اگه برنده شدی همون موقع توضیح میدیم که چی کار باید انجام بدیم. آمین آمین آمین. خدافظ. بریم کتاب هفته رو ببینیم و برگردیم که از کتاب مقدس هم میخوام بهتون بگم. برو بریم. بریم بریم بریم. موضوع آشنایی. مامان چطوری نقاشی بکشم؟ کتاب مامان چطوری نقاشی بکشم نوشته یه هوانگ پیشو، یکی از داستانهای مجموعه قصه های رنگارنگ درباره یه خرس کوچولوییه که میخواد برای قدردانی از زحمتهای مادرش برای اون یه نقاشی بکشه. اون نمیدونست برای کشیدن نقاشی خوب باید چه نکاتی رو رعایت کنه تا کمرزرد نگیره و به چشماش هم آسیب نرسه. اگه میخواین بدونین موقع نقاشی کشیدن باید چه مواردی رو رعایت کنین، با این داستان جالب همراه باشین. مجموعه قصه های رنگارنگ با هدف آموزش موضوعات مختلف برای کودکان گروه سنی الف و ب منتشر شده. این مجموعه در قالب داستان های جذاب، مهارت های فردی و اجتماعی به کودک شما آموزش لازم رو میده. با این مجموعه کودک شما خیلی از مهارت‌ها و آگاهی‌ها رو به صورت لذت بخش کسب می‌کنه. نقاشی‌های حسنی. کتاب نقاشی‌های حسنی از مجموعه داستان‌های شیرین حسنی نوشته پیام آزاد فداست که به وسیله انتشارات دانش گویا به چاپ رسیده. ملیحه گودرزی تصویرگر این کتابه که به جذابیت اون اضافه کرده. این کتاب مخصوص کودکان طراحی و نگاشته شده. شخصیت اصلی داستان حسنی کوچولوئه که نقاشی کشیدن رو خیلی دوست داره و یه عادت خیلی بدی هم داره. قسمتی از کتاب نقاشی های حسنی رو با هم میخونیم. حسنی کوچولو نقاشی خیلی دوست داشت. هر وقت که فرصت مناسبی پیدا می کرد، شروع به کشیدن نقاشی می کرد. اون از همه یه چیزایی که می شد با اون نقاشی کنه رو تو کیفش داشت. از آب رنگ و مداد رنگی گرفته تا ماژیک و مداد شمی. بچه های خوشگلم، این کتابای زیبا رو از دست ندی. مرسی از دستون. چه طرحی کتابا خوشگل بودن. بله. مرسی خاله باراجو که این کتابای عالی رو به ما معرفی میکنی. قربونت برم. بشین که من میخوام داستانو براتون تعریف کنم. داستان؟ بله. بچه ها چیزی که میخوام بهتون تعریف کنم راجع به خیمه مقدس هست. درسته. میدونی که زمانی که قوم اسرائیل از مصر بیرون میاد،
خداوند توی کوه سینا به موسی میگه که به قوم اسرائیل بگو که برای من یه خیمه ای رو برای پرستش بسازن. درسته؟ و بهش میگه که حتی اون خیمه رو چطور بسازن. میگه اون خیمه رو طوری بسازن که اون به راحتی از هم جدا بشه و بتونن اونو وصلش بکنن. چون خب قوم اسرائیل قرار نبوده همیشه اونجا بمونن و توی صحرا داشتن مدام در حال رفتن بودن. درسته؟ که هر جایی که جابجا بشه بتونن اونو با خودشون ببرن. بعد این خیمه بچه ها طوری ساخته شده بود که وقتی که داخل اون خیمه رو نگاه میکردی انتهای خیمه یه اتاق کوچیکی بود که توی اون اتاق یه صندوقچه بود که به اون صندوقچه یاسین صندوق عهد میگفتن. که داخل اون صندوق بچه ها میدونی چی بود؟ لوحای سنگی که خداوند ده فرمان رو برای موسی توی اون لوحا نوشته بود. میدونید که موسی بار اول اون لوحا رو شکست و خداوند دوباره اون لوحا رو برای اون نوشت. و یه ظرفی هم از منا بود. منا هم همون غذایی بود که وقتی که قوم اسرائیل از میان بیرون گرسنه‌ش رو میشه توی صحرا مدام شکایت میکردن و خدا اون رو براشون میفرسته و اونا به یادآوری اون روزها که گرسنگی کشته بودن اون ظرف منا رو توی اون صندوق نگهداری میکردن و انتهای اون دو طرفش هم بچه دوتا فرشته طلا بود. از اون طرف توی اون اتاقی که یک کمی بزرگتر بود یه صندوق کوچیکم توی اون اتاق بود. یه داخل اون صندوقم یه کاهنا بچه اونجا یه چیزای بخورات خوشبوی رو می سوزوندن و یه چراغدانه هم اونجا بودش که توی هر کدومشون 7 چراغ داشت و همینطور یه میزی که 12 قرص نان روش بود. درست. بعد بچه چیزی که جالبه اینه که یه پرده ای این دوتا اتاق رو از همدیگه جدا کرده بود. میدونی داوود سالها بعد داوود اون خیمه رو تبدیل میکنه به یه معبد. دقیقا داوود و فرزنداش بچه اون خیمه رو تبدیل میکنن به یه معبد و روزی که عیسی مسیح میگه که به اون معبد میره و میگه این معبد رو خراب کنید تا بعد از 3 روز من دوباره اون رو بنا کنم. فکر کنی بچه ها غیر ممکنه مگه نه؟ میدونی عیسی مسیح تینا اشاره به خودش داشته. یعنی منظورش خودش بوده یا منظورش این بوده که اون معبد زنده هستش، اون نان حیات، درسته، نور جهانه. بچه ها عیسی مسیح بچه ها حتی میدونی زمانی که عیسی روی صلیب بوده پرده معبد از بالا تا پایین پاره میشه و این نشون میده به ما که بین ما و خداوند ارتباط مستقیم هست. بچه ها وقتی که دقت میکنی بچه ها وقتی این کتاب میخونی میبینی که خداوند واقعا از ابتدا هر چیزی رو با طرح و نقشه خیلی زیبایی برای ما خلق کرده. یعنی میتونیم بگیم که بزرگترین و زیباترین طراح عالم خداوندمونه. واقعا من پیشنهاد میکنم که هم بچه های توی خونه هم شما عشقای خاله کتاب خروج رو حتما بخونید و مطمئنم از خوندن اون کلی برکت میگیرید و لذت میبرید. آمین. شکر بر شما. و اینکه این نقاشی پایینش آیه داره، میکنم پیدایش باشه. بله، در روز چهارم خداوند خورشید را آفرید تا روز را روشن کند و ستاره ها را آفرید تا شب را روشن کند. و بچه جون دقت کنید چقدر خورشید و ماه روشون فکر کردن، طراحی کردن، خداوند چقدر وقت گذاشته. دقیقاً بچه‌ها. حسین دارین؟ خیلی قشنگه. مرسی النا جون که اونو آماده کردی. حتی چهره زیبای بچه‌هایی که طراحی خداونده. خیلی هم عالی. با شادی برای این طراحی خداوند بریم به استقبال خداوند. بریم و یه سرود پرستشی بریم. برو بریم.
نور قشنگ و زیباش به روی دنیا تابید. چقدر قشنگ خورشید طلایی رنگ و زیباست، میتابه بر روی خاک، نعمت خوب خداست. میتابه بر روی خاک، نعمت خوب خداست. مثل شکوفه شبا تا صبح میخوابه، با هر طلوع زیباش با میشه با میتابه. خورشید مثل شکوفه شبا تا صبح میخوابه، با هر طلوع زیباش با میشه با میتابه. بتاب همیشه خورشید ناز و زیبا، با نور مهربونیت بتاب به دلهای ما. بتاب همیشه خورشید ناز و زیبا، با نور مهربونیت بتاب به دلهای ما. بتاب به دلهای ما. وقت بازی، وقت شادی سر اومد، لحظه بهتر اومد. چه لحظه ای؟ قره کشی. قره کشی. بله. کسی نیست جز؟ کی میتونه باشه؟ مابینا جون. مابینا جون مبارکتون. مابینا جون از طریق راه های ارتباطمون اینستاگرام، وایبر، واتساپ، تلگرام میتونین برای ما ارسال کنید و همچنین آدرس دقیق، کد پستی و شماره تلفن تماس ثابت، چون اگر برگشت بخوره ما نمیتونیم برای شما ارسال کنیم با دوباره جایزتون رو. و میتونید شما جایزت عکس بگیره برای ما ارسال کنید. و بچه‌ها جونم یادتون نره که نقاشیاتون رو حتما 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 بکشین و برای ما ارسال کنید که هفته آینده ما پخششون کنیم. خیلی دوستتون داریم. و علاوه بر اینکه نمیشه که براشون بفرستیم، ناراحت هم میشین که ای وای چرا کادوهاتون به دستتون. دقیقاً. مرسی که امروز هم با ما بودین، مرسی که برنامه خودتون تماشا کردین. منم به سیلانون به شما میگم که منتظر نقاشی قشنگ شما هستیم. و ویدیو هاش تینا جان چی میخواستی بگی؟ تینا جان اجازه بدم منم یک کلمه حرف بزنم. بود باش. چی میخواستم بگم؟ دوستشین دارم تا هفته دیگه. خدافظ. بچه جانم یادتون نره که ما عاشقتونیم و هیچ وقت دست کم نگیرین طبیعت خدا رو که چقدر روش کار شده و نباید شما بهشون لطمه بزنید و چقدر گرافیک روشون کار شده. درسته. تا یه هفته دیگه، تا یه پنجشنبه دیگه شما ها رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدافظ. خدافظ. خیلی مالی. خیلی ممنون.